من سیما میرزایی هستم که چهارده نفر از اعضای خانوادم در زندانهای خمینی جنایتکار از سالهای 1981 تا 1988 تیرباران و اعدام شدند. هیچ کدوم از اینها هیچ جرمی رو مرتکب نشده بودند و تنها جرمشون خواستن آزادی برای کشورشون بود و اون رو هم در اعتقاد و آرمان سازمان مجاهدین خلق پیدا کرده بودند و فقط به خاطر هواداری از این سازمان تیرباران و زندانی و شکنجه و اعدام شدند که هفت نفر از اونها از عزیزانم که در سال قتلام 1988 بعد از هفت سال زندان و شکنجه تیر بارا اعدام شدند. اونها فقط به خاطر اینکه سر موزهشون موندن به فتوای خمینی ملعون که گفت هر کسی که پافشاری بر روی این اعتقاد و آرمان داره بکشیدشون در هر جای دنیا که باشن که پنج تا از اینا خواهر و برادرای من بودند و سه تا از بچه ها از بستگانم بودند. خواهرم خدیجه میرزایی در سال 1981 دستگیر شد و سه ماه مستمر در زیر شکنجه بود و نهایتا بعد در زیر شکنجه به شهادت رسید پیکر رو به ما ندادن ولی بعد از چندین ماه فقط با یک تماس تلفنی یک شماره قبری به ما دادن در قطعه 91 و در قتل عام 88 برادرم حسین در سال 1981 در 8 جوان 1981 دستگیر شد که یک دختر یک سال و نیمه ای داشت حسین رو بعد تا یک سال و نیم ما هیچ خبری ازش نداشتیم هر جا مادرم مراجعه میکرد پدرم مراجعه میکرد هیچ جا نمیگفت که حسین کجاست تا اینکه بعد از یک سال و نیم متوجه شدیم که 17 سال حکم گرفته و در زندانه حسین هفت سال زیر شدیدترین شکنجه ها بود از زندان گوهردش، قزل حصار اوین در قفص قبل و در تمام شکنجه هایی که همجور که دوستان بارها و بارها گفتند حسین در اونجا بود و نهایتاً در قتل عام در اوایل 88 یعنی سی جولای 88 سر شد برادرم مصطفا زمانی که دستگیر شد 16 سالش بود یک جوان 16 ساله شب شب هنگام ساعت دو نیمه شب بود و من خودم خونه پدرم بودم که یک مشت پاسدار به صورت وحشیانه ریختن توی خونه و برادرم را بردن مصطفی رو هشت سال بهش حکم داده بودن و یک سال از حکمش باقی مونده بود به خاطر جسه کوچیکی که داشت همیشه به خاطر شکنجه‌هایی هایی که میشد همینطور که دوستاش گفتن همیشه توی بیشتر مواقع توی بهداری زندان بستری بود مصطفا زمانی که دستگیر شد توی خونه یه موتورسیکلت داشت که این رو با خودشون بردن و در قتل عام چون ملاقات ها قطع شده بود و ما هیچ خبری ازشون نداشتیم همونطور که دوستان گفتن مصطفی جز اولین سری اعدامی ها بود که در یک دادگاه دو دقیقه‌ای یا همین به قول معروف هیئت مرگی که به فتوای خمینی انتخاب شده بودن میبرنش برای محاکمه و ازش میپرسن اسمت و جرمت چیه و مصطفا با کمال افتخار میگه اسمم مصطفا میرزایی و جرمم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه و از همونجا روان این سالن مرگ میشه و خواهرم معصومه در سال 1982 دستگیر شد در مشهد یکی دو هفته در زندان وکیل مشهد بود انتقالش دادن به اوین چندین ماه در اوین زیر شکنجه بود و بعد فرستادنش به شهر همدان در شهر همدان سلواتی جنایتکار داستان اونجا بود پنج سال بهش حکم داد بیشتر مواقع در انفرادی بود زیر شکنجه بود و پنج سالش رو گذراند یک سال بود که حکمش تموم شده بود هر وقت مادرم مراجعه می کرد که دختر من یک سال حکمش تموم شده و چرا آزادش نمی کنین می گفتن اگر امروز دختر تو رو آزاد کنیم فردا در کنار سازمان مجاهدین خواهد بود اینقدر اینجا نگهش میداریم تا موهاش هم به رنگ دندوناش باشه و بالاخره در همین قتل 88988 همراه با همبندیان دیگرش اینها رو با دست و پای زنجیر بسته میبرند به گورستان شهر و با چشمان بسته در حالی که همشون رو با زنجیر به هم بسته بودند به رگبار میبندند این رو خود مسئولین به گورستان اون شهر گفته بود که اینها رو با این جنایت کشتنشون و مهناز همسر برادرم که در سال 1982 همراه با معصومه در مشهد دستگیر شد و بعدا با, با, یک بچه کوچیک چندین ماهش که هم کنارش بود انتقالشون دادن به اوین و بارها و اونجا محاکمه شد بارها در همراه بچهش شکنجه شد و بعد از مدتی بچه را به بیرون دادن و خودش به دوازده سال حکم محکوم شد مهناز هم مثل بقیه زندانیان همیشه استوار به اعتقاد و آرمانش بود و می گفت تنها چیزی که ما رو به اون آزادی و دموکراسی که برای هموطنامون می خواهیم همین مجاهدین هستند و به خاطر پافشاری بر سر همین موزه و همین اعتقاد و آرمان همراه با دوستان دیگرش در سال 1988 با در این جنایت بزرگ نسل کشی که دنیا رو لرزونده سر بدار شد و تنها دخترش که برای همیشه از آغوش گرم خان مادری محرومش کرده تا اینجاش فقط مربوط به بچه های زندانی بود که اکثرا و دوستان و همبندیان همیشه گفتند و میگن ولی من امروز میخوام بگم خانواده های ما چی کشیدن فقط اونا بچه های ما رو نکشتند پدران و مادران و بچه های ما رو حتی من دیروز به بچه برادرم زنگ زدم، گفتم میخوام در یه همچین جلسه شرکت کنم، چی داری بگی صدای تو رو برسونم؟ گفت از کودکی من جز زندان و شکنجه، جز اعدام، جز شیبن و زدجه های پدر بزرگ و مادر بزرگ من چیزی به یاد ندارم. آقا کودکان این بچه ها رو هم کشتن پدران و مادران ما رو نابود کردند. در چهار هفته متبالی بعد از چهار ماه به پدرم زنگ زدن و هر هفته میگفتن بیا به کمیته مرکزی وقتی اولین بار گفتن بیا میخوایم موتور سیکلت مصطفی رو بدیم با فکر میکرد که واقعا میخوان موتور بچهش رو بدن رفته بود وقتی شرکت میره اونجا میبینه سه تا از خانواده های دیگه هم هستن میگه شما چرا اومدی؟ هر کدوم ما تو مبهود همدیگر رو نگاه کن میگه به من گفتن بیا موتور مصطفی رو ببر وقتی میره داخل جنایتکاری که اونجا نشسته بوده صدا میکنه فلان پاسدار موتور مصطفا رو بیارین وقتی میاد دو تا ساک رو همینجوری پرت میکنه جلو پای پدرم و میگه اینها لباس شخصی مصطفاست و خودش و موتورش رو میتونی بری در بهشت زهرا تحویل بگیری اینها اینجوری پدر های مادرای ما رو نابود کردن و ازش تعهد کتبی میخوان که تو حتی اجازه گرفتن مراسم و عزاداری رو نداری پدرم میگه مگر شما خودتون این رو محاکمه نکردید قاضی همون موقعش نیری جنایت کار بود که عضو همین هیئت ملگی بود که ما از طرف خمینی ملعون انتخاب شده بود و یکیشون رئیسی رئیس جمهور وقت این کشور جنایت جنایتکار گفت بود به این هشت سال حکم داده چرا بعد از هشت سال پسر منو رو ادام کردید گفت میدونی چرا پسر تو ادام کردیم وقتی هیئت عقد که اسمشون رو گذاشته بودن هیئت از پسر تو پرسید اسمت و جرم چیه گفت من هوادار سازمان مجاهدین هستم و به خاطر همین بود که پسر تو فرستادیم به هشت زهرا هیچ کدوم از اینها پیکر و اینها رو به ما ندادن فقط شماره قبری از مصومه در شهر همدان ما داریم مادرم بارها مراجعه کرد یک روز بعد از یک سال مادرم تلفن زده بودن و مادرم رو خواسته بودن که بیا میخوایم شماره قبر حسین رو بهت بدیم وقتی مادر مراجعه میکنه میگن که ما دیدیم تو علاف توی خاوران تو قده های 93, 92, 91 میچرخید و حالا میخوایم تو رو این سرگر... از این سرگردونی نجات بدیم بیا با ما همکاری کن تا ما شمار مزار بچه هات رو بدیم که مادرم میگه شما قاتلین پنج تا از جگرگوشه های من رو ادام کردید و من بیام با شما همکاری کنم نه من هرگز این همکاری رو با شما نمی کنم همونجور که بچه هام به خاطر مقاومتشون رفتن و من هم مزار را نمیخوام و با شما همکاری که میفتن با ضرب و جر با مشت و لگت مادر رو میزنن و به بیرون از زندان میندازن در مورد گورهای دست جمعی در قبل از اینکه بچه ها اعدام مثلا به ما خبری از اعدامشون بدن چون مادر همراه با مادران دیگه هر هفته می در بهشت زهرا و هر بار در سر مزار یکی از بچه های سال شد چون من خواهرم خدیجه هم شماره مزاری به ما داده بودن می رفتند می نشستن تولد بچه هاشون بود هر چیزی که بود خوشی و برنامه زندگیشون بهشت زهرا بود قبلش هم دیده بودن که در قطعه 93 گودال بسیار بزرگی کنده شده که گروب بوده یهو می بینن که یت ماشین اومد کامیون اومد پاسدارای چیز اینا سری میرن پشت درختها، به صورت خوابیده روی زمین میخوابن ببینن چه خبره که میبینن از توی کامیون جنازه ها رو پیکر های شهدا رو میکشن و همه رو میرزن در گودال که یکی از مادرها حالش بد میشه از صدایی که در میاد اینا متوجه میشن که با فاصله بیشتری کسی هست پاستورا میرزن سری و ولون ولی رو پیدا میکنن زیر مشت و لگت که شما چه دیدین که اینا میگن ما چیزی ندیدیم و ما اینجا سر مزار مادرمون نشستیم و گریه میکنیم که این حالش بد شده که خیلی تهدیدشون میکنن که اگر چیزی دیده باشین و چیزی بخواید بیان کنید پدر همتون رو در میاریم که بعد با تراکتور اون قطعه 93 رو پر میکنن و با تراکتور صاف میکنن که این گورهای دسته جمعی همین بچه های ما بود که اکثرا و خیلی جاها هست و تعداد زیادی و مورد دیگه پدرم سالی که گالیندپول اومد توی ایران چون من خواهرم اون موقع توی خارج از کشور بود از این طریق اعلام کرده بود که خانواده من پنج تا از خواهر برادرام اعدام شدن شما حتما میخوام توی ایران پدر من رو ببینید و به ما تلفن زد که پدر بره و با گالیندوپول ملاقات کنه پدر نامه نوشت و رفت با خیلی مشکلات و شرایط سخت بالاخره تونست گالیندوپول رو ببینه و نامه رو داد و گفت من پنج تا از جگرگوشه هام رو با این شرایط با این وضعیت کشتن و نه پیکری به ما دادن و نه مزاری ولی متاسفانه متاسفانه هیچ کاری برای ما انجام نداد و حتی اصلا صحبتی از این جنایت بزرگ از این نسل بیرون در نیمد میخوام بگم تموم نشده این اعدام ها تموم نشده آزار و اذیت این خانواده ها ما هنوز درگیر این مشکلات هستیم بعد در سن هفتاد سالگی معلان خواهرم توی ایران سال پیش دستگیر شد چندین ماه تو زندان بود و با یه وسیقه سنگین آزاد شد و الان محکوم به دو سال حبس شده و یا بعد از سی سال خونه برادرم را حکم تخلیه دادن میگن این, چون اعدام شده و اینجا باید مصادره بشه و به کلیه اعضای خانواده و شرکا حکم تخلیه دادن که هر چه سریعتر باید اینجا رو خالی کنید و اگه خالی نکنید ما اجازه داریم که بیایم وسایل شما رو ببریم و اینجا رو خالی کنید و یا یکی از خواهرانم که در سال 1989 از کشور خارج شد خونش رو با تمامی وسایلش مصادره کردن و حتی مادرش که در اونجا ساکن بود مادر همسرش اون رو بیرون انداختن هنوز که هنوز اعدام و زندان و شکنجه وجود داره هزاران هزار خانواده مثل خانواده ای ما هست که حتی نمیتونن صداش رو رو به دنیا برسونن خیلی ممنون که این وقت رو به من دادید و منتظرم اگر سوالی هست Ladies and gentlemen, allow me uh, first of all to thank Sheila most sincerely uh, for leading this panel. Allow me also uh, to thank the families of the victims for your uh, really quite harrowing a uh, testimony which we are most grateful for in this part of uh, this morning's second panel we will be hearing from Baroness Kennedy who joins us via a video link thank you